مسعود بختیاری در سال 1319 متولد و در سال 1385 دار فانی را وداع گفت، ولی صدای ماندگارش نجوای کوچ، مهربانی و همیاری را در ایل زنده می کند. هرچی آرام ندرایی به آسمونم. اینجا تاراز هفتمین یادبود استاد مسلم موسیقی محلی و مقامی. با حضور مردم لرستان، کوگیلوی بوه رحمت، ارزم به حضورت و تمام مناطق زاگرس نشین کشور، این برنامه و این همایش هر سال برگزار میشه. دل دست دل دستم گلوم اغراهی بازوف یه میتاده نم سرچنا زنگم دستم رنگم بی پرونتیش کوگ مسته نم کوچه بردشکم هشنم آزر دنم به چشم دانش نش نش. در دبستانی که برای اولین بار دلالی با شروع اسم دبستان فردوسی مشغول به تحصیل شدیم و ایشون واقعا از همون زمان علاقه و به اصطلاح تمایل به خوندن داشت. در واقع یک پیوندی بین اون موسیقی دشتی کوی بختیاری با موسیقی مدرنیته و جدید ایجاد کرده. نقشی که فردوسی در فرهنگ، لغت، فارسی زبان ایران داشت، استاد علاءالدین در بختیاری داشت. سپاس داریم از مدیریت خوب مرکز جهانبین، هم از صدا و هم از سیما، و این بسیار کار خوبی است که ما بتونیم گرد همایی داشته باشیم و در این بحرانی که متاسفانه شاید دست و تحریش هم در کار باشه و متاسفانه گاهگاهی هم از صدای جمهوری اسلامی ایران ناهمانگی های راجع به قوم عزیز بختیاری و دیگر اقوام لرتبار گفته میشه، ما خواهش میکنم که بسیار حساس باشه صدای سیما و رسانه ملی ما. این همایش همه ساله همزمان با بزرگداشت مقام معلم برگزار میشود. طهماسب خیری، خبرگزاری صدا و سیما، حد فاصل استان چهارمحال بختیاری و استان خوزستان، تاراز. سخت تهنامنده نو